سلام میکنم به شما بینندگان گرامی. شهلا دانشور هستم، برنامه کارگران به یک دنیای بهتر را به شما عزیزان تقدیم میکنم. امیدوارم حال همگی خوب باشه و آماده دیدن برنامه این هفته ما باشد. اعتراضات کارگری گسترده رنگ روی فضای جامعه رو داره، جامعه‌ای که ادامه آبان رو فریاد میزنه. خانواده‌های دادخواه از دو روز اعتراضی صحبت میکنن، فراخوان میدن در گرامی داشته یاد عزیزانشون. پرستاران میگن ما هم داد خواهیم. در بخش های مختلف در دانشگاه اعتراضات وسیع و شاردهی و آماده شدن برای گرامی داشته یاد جانباختگان آبان. کشته آبان ما 1500 نفر شعاری بود که ما شاهدش بودیم. سال گذشته در همین ماه حکومت اسلامی تعداد رو به قتل رسوند در جریان انقلاب زن زندگی آزادی. در متروها شده به مرکز چالش مردم با حکومت که بر سر حجاب، جنگی جانانه بر سر حجاب، حجاب رو مردم زدن کنار و حکومت در مقابل اون میبینیم که چطوری مرتبا سفارایی میکنه و شکست میخوره و عقب زده میشه. اعتراضات در نفت، این کانون، این شاهرگ اقتصادی حکومت، این مرکز کلیدی کارگری. اعتراضات بازنشستگان و کارگران شاغل نفت در کنار هم دیگه، فریاد شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد. امروز در میان کارگران نفت که عملاً تجمعاتشون رو بر این اساس شکل دادن، همینجور تجمعات گسترده بازنشستگان در روزهای مختلف. شنبه های اعتراض بازنشستگان نفت، یک شنبه های اعتراض، دو شنبه های اعتراض، سه شنبه های اعتراض، به این ترتیب این تداوم اعتراض هر روز در خیابان ها و در مراکز کارگری رو ما شاهد هستیم. و همینجور اعتراضاتی که کارگران فولاد اهواز داشتن در این هفته، پرستاران دور جدید اعتراضات شد و معلمان دور جدید اعتراضات شد، احضارها و دستگیریها و کارزارها در مقابل اون. بریم سراغ اخبار اعتراضات. در نفت همونطور که گفتم اعتراضات گسترده است. در جایی مثل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آقاجاری اعتراضات هر روز است. همینجور دامنه اون تو شرکت های مختلف عملیاتی در فلات قاره، در خارک و سیری و سلمان و مناطق مختلف نفخیز جنوب و همتون مسجد سلیمان و ماهشهر و آبادان و اهواز مرتباً تجمعات رو ما شاهد هستیم. خود شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آقاجاری بزرگترین زیر مجموعه شرکت مناطق نفخیز جنوب است. و ببینید این اعتراضات چه مکان مهمی داره. کارگران جدید استخدام رسمی هم تو این اعتراضات هستند که سه‌شنبه های اعتراض رو انتخاب کردن. به این شکل این گستردگی اعتراضات رو نشون میده. این اعتراضات، اعتراضات کلا نفت، در چند سال اخیر ضربه محکمی بر وضعیت پادگانی مراکز نفتی بود و بعد انقلاب زندگی آزادی این ضربه رو خیلی کاری تر کرد. و الان میبینیم که کارگران رسمی، این بخش تعیین کننده نفت، مرکز ثقل این مبارزات هستن و تاثیر میذاره رو اعتراضات بخش هایی دیگه در نفت. و میبینیم که خواستایی مثل خروج پیمانکاران و همینجور خواست لغو قراردادهای موقت جلوتر اومده و اعتراضات توی این زمینه هم شکل گرفته. خواستایی که کارگران نفت اعلام میکنن اینه که حذف سقف حقوق که سطح حقوقاشون رو پایین میاره و همینطور لغو محدودیت حق سنوات بازنشستگی و اجرای کامل ماده 10 که بهبودی تو حقوقا میده و همینطور شمول اون به کارگران شاغل و بازنشسته از 9 سال پیش، یعنی از ابتدای تصویب اون، و پرداخت بک پی ماده 10 و توقف دست درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت و بازگردوندن مالیات های سنگینی که اخاذی شده. به این ترتیب میبینید در خواستای کارگران رسمی، خواستای کارگران بازنشسته هم هست. به همین دلیل کارگران رسمی و بازنشسته کنار هم قرار گرفتن و کارگران رسمی میگن اولویت ما اینه که باید
دست اندازی به صندوق بازنشستگی دستشون کوتاه بشه و چپاول‌ها پایان داده بشه. همینطور که گفتم اتفاق جدید اینه که کارگران بازنشسته هم به اعتراضات پیوستن و در این هفته تجمعات متعددی داشتن بازنشسته ها. از جمله روز 21 آبان علاوه بر آقاجاری جمعی از بازنشستگان و کارکنان رسمی وزارت نفت مناطق نفخیز جنوب در اعتراض به طرح‌های چپاولگرانه حکومت در قبال صندوق بازنشستگی و خالی کردن این صندوق‌ها به ادغام اونها تجمع داشتن. در ماهشهر هم همینجور تجمع بود. در همین رابطه جمعی از کارکنان ستادی شرکت مناطق نفخیز جنوب واقع در اهواز تجمع داشتن. در روز شنبه در شهرهای تهران، شاهین شهر، آبادان و کرج تجمع داشتن و یک شعار کوبنده اونا شاغل بازنشسته اتحاد داد و این پیامی به کل جامعه، به جمعیت میلیونی کارگران در سطح جامعه پیامیه که اعتراضات کارگران نفت رو در کنار بازنشستگان قرار میده و در کنار دانشجویان که میبینیم پیام حمایتی میدن، میگن فرزند کارگرانیم، کنارتون میمانیم. کلیپ میبینیم از تجمعات اعتراضی بازنشستگان نفت. قرار نیست که اصول و مقررات استخدامی نفت زیر پا گذاشته شود. با جمعیت حاضر در ستاد پنج طبقه رسماً و قانوناً اعلام می‌کنیم صندوق بازنشستگی نفت به هیچ سازمان دیگری تعلق ندارد و مختص نیروهای شرکت نفت می باشد. احسن احسن. همونطور که مشاهده میکنید اعتراضات در نفت گسترش پیدا میکنه، بخش های دیگه رو هم در بر میگیره. در روز 24 آبان کارگران ارکان سالس پالایشگاه آبادان با خواست خروج پیمانکاران و همینجور اقدامات فوری برای همتراز شدن حقوق و برقراری وضعیت مساوی برخورداری از امکانات رفاهی و همه با کارگران رسمی شدند که جمعیت زیادی جمع شدند و اعتراض کردند. این اعتراضات در نفت میره سراسری بشه و تاثیر خودشو تو سطح جامعه میذاره و تا همین الان گذاشته اعتراضات حتی اثیر اون رو اعتراضات بازنشستگان میبینیم. وقتی که اینها کنار هم دیگه قرار میگه حمایت ها و همبستگی ها بیشتر شده. همونطور که گفتم دانشجویان در 21 آبان بیانیه دادن، حمایت کردن از دانشجویان از کردستان، از تهران، از ارومیه، از اصفهان و از شیراز حمایت کردن و فریادشون بود پیش به سوی تداوم انقلاب زن، زندگی آزادی تا پیروزی. در 14 آبان ما هم 7 تشکل از کارگران بازنشستگان و نهاد دفاع از حقوق زن بیانیه دادن و اعلام حمایت کردن. تاکید ما بر اینه که فرصت مناسبه که بخش های مختلف نفت با خواست های انباشته شده خودشون، خواست خروج پیمانکاران از نفت، خواست رسمی شدن قراردادها، خواست ایمن شدن محیط کار و خواست های دیگه ایشون بیان به میدون و اعلام اعتراض کنن. همونطور که در این هفته ارکان سالس اعتراض داشتن. نقش خانواده بسیار مهمه. در اعتراضات قبلی نفت ما خانواده ها دیدیم با اهدای پیامی ویدئویی اعلام همبستگی کردن و این بُعد اجتماعی اعتراضات در نفت رو میرسونه. اعتراضات در سطح جهانی
بازتاب داشته. فریدم نو کارزار حمایت از این اعتراضات رو به پیش میبره. BCGU اتحادیه سراسری کارگران خدمات دولتی ونکوور اعلام حمایت کرده. همینطور اتحادیه یه بزرگترین اتحادیه در سوئیس با 360 هزار عضو و یا از نمایندگان مجلس در سوئیس. به این حمایت ها باید بسیار پیوست. موضوع دیگه کارگران گروه ملی فولاد اهواز در این هفته قوقا کردن، تجمع داشتن و شعارهای اعتراضیشون رو سر میدادن. ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد می جنگیم علیه دستمزدهای سطح پایین، علیه چپاولگری ها، با خاص اجرای طرح طبقاتی مشاغل که مقداری به حقوقشون حداقل اضافه میکنه و همینجور بازگردوندن کارگران اخراجی به سر کار، اینا خواستاشون بودش. بعد از سه روز اعتراضی که داشتن، این اعتراض در روز چهارشنبه با اطلاعی که از طرف صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز داده شد پایان پیدا کرد، با عقب نشینی مدیریت که بخشی از طبقه بندی مشاغل علل حساب به کارگران پرداختن و کارگران گفتن این دستاورد فعلی ماست، اما با اگر این وعده انجام نشه با اعتصابات گسترده خودمون به میدون خواهیم آمد. در روزهای 20 و 21 و 22 این اعتراضات بسیار گسترده بود. بخش های مختلف گروه ملی در اعتراض بودن، در محوطه شرکت تجمع را پیمایی کردن. مدیریت در همون وسط روز اول وقتی دید اعتراض ها ده، گفت 3 میلیون تومن علل حساب ده کارگران، نپذیرفتن و گفتن که مگه ما بچه ایم که ما رو میخوای گول بزنید، و به اعتراضشون ادامه دادن تا اینکه مدیریت به عقب نشینی جدی تری وادار شدش و شعار میدادن نه تهدید نه سرکوب، دیگر اثر نداره. کلیپ میبینیم از تجمعات کارگران فولاد اهواز. گروه ملی فولاد اهواز، دوشنبه 22 آبان 1402. هیچ کس به تنهایی کسی رو جانه، همه شما به خواست خودتون اومدید، به خواست من نیومدید، من برای خودم اومدم دارم دفاع میکنم، تو هم باید بیا برای خودت دفاع کنید، بیاید حقتونو بگیرید، حق گرفتنیه. هر دقیقه تکرار میکنه خواستمون چیه؟ یک، همسان سازیه، حقوق ما با شرکتی که ماله فولاد اوکسی، حقوق ما باید همسان سازی بشه با فولاد اوکسی. طبقه بندی مشاغل به من ربطی نداره، میخواد 200 تومن طبقه بندی به من بده، من همسان سازی رو میخوام، اینا باید اعمال بشه. بعد باید تو فیش اعمال بشه، مگه با بچه طرفی مساعده بدی؟ باید سر پیس من بیاری، فیشم بر میداری، فیشو اصلاح میکنی، فیشو بر میگردی تو سایتش، شاید ماه دیگه رفتی، اصلا من به تو اعتماد ندارم.
هر هفته بخش های مختلف بازنشستگان در اعتراضند. روز سه‌شنبه 23 آبان بازنشستگان کشوری در اعتراض بودند در کرمانشاه، سنندج، قزوین، اهواز و ایلام، همدان. در کرمانشاه بازنشستگان خبر تجمعات هفتگی نفت رو که شنبه ها قرار هست با شعر رو دادن و به نشانه همبستگی کف زدن، شعار دادن لشکری کشوری فولادی، نفتی تامین اجتماعی، اتحاد اتحاد. و این نقطه عطف در اعتراضات کارگری و در اعتراضات بازنشستگان. کلیپ میبینیم از تجمعات اعتراضی بازنشستگان کشوری. هر روز با تعداد معترضین بازنشسته از صنوف مختلف به جمع ما میافزاید. ما قبلا یک شنبه ها، دو شنبه ها و سه شنبه ها تجمع و اعتراض داشتیم. امروز شنبه ها هم بهش اضافه شد و بازنشستگان شرکت نفت کشور به ما پیوستن برای رسیدن به حق واقعی خودشان. بیزار است از تبعیض، بیزار است کارگر زندانی، آزاد باید کردن. کارگر زندانی، آزاد باید کردن. کارگر زندانی، آزاد باید کردن. بازنشستگان مخابرات هم تجمع داشتن. اعتراض بازنشستگان به فقر، گرانی، اختلاس ها، چپاولگری خواست و خواست همسانسازی حقوق، افزایشون به بالای خط فقر 30 میلیونی و همینجور درمان رایگان و پایان دادن به این دوزیا به خصوص از صندوق های بازنشستگی. و بازنشستگان مخابرات به عدم اجرای کامل آیین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال 89 و مشکلات بیمه ایشون اعتراض دارن. تو شهرهای تهران، اهواز، کرمانشاه، سنندج، اصفهان، شیراز، زاهدان، تبریز، عراق، مریوان، اردبیل و ارومیه تجمع داشتن. کلیپی میبینیم از تجمع بازنشستگان مخابرات. 14 سال خیانت، مخابرات، خجالت. 14 سال خیانت، مخابرات، خجالت. زام داره دروغ گو، حاصل وعده ها کو. بزن.
خود نبینیم دوشنبه ها همینه، تا حق خود نبینیم دوشنبه ها همینه. بخش دیگه بازنشستگان که پیشتاز روزهای اعتراضی یک شنبه های اعتراض بودند، تأمین اجتماعی هست. در این هفته در کرمانشاه، اهواز، عراق و شوش تجمع داشتند. در اهواز صحنه‌های بسیار با شکوهی بودش. کلیپ می‌بینیم از تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در اهواز. یه بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در ره آزادگی، جان فدا می کنیم در ره آزادگی، مرگ بر این بندگی، مرگ بر این بندگی. لشکری، کشوری، قانون اجتماعی، اتحاد، اتحاد، تأمین مارد زدن برکه به خیابون، برکه خیابون دولت بارون شکر، درگه درست ما بکر، باز نشسته برد بزن، حق تو فریاد بزن، پیام ما به دولت، خیاله، خیاله، حسین حسین شعارشو، دروغ و دستی کارشو، عبده، نوازی، حسال همتاسازی، پشت درهای بسته، حقوق باز نشسته، حقوق باز نشسته، به مرد و خون نشسته، خون ماره نمر رو، دروغ نبین به مرد رو. همونطور که اشاره کردم، بازنشستگان تأمین اجتماعی در شوش و عراق هم تجمع داشتن و همینطور در کرمانشاه. در شوش و عراق سرود زیربار ستم نمی کنیم زندگی رو سر دادن. بازنشستگان تأمین اجتماعی در جاهای همراه با کشوری تجمعاتی داشتن و برای سیوم آبان ما تجمع مشترکی رو با بازنشستگان کشوری در تهران مقابل مجلس و مقابل سازمان برنامه بودجه فراخوان دادن. کلیپ می‌بینیم از تجمعات بازنشستگان شوش، کرمانشاه و همینجور عراق. تورم اسفبار حاکم شده تو بازار. بخش دیگه بازنشستگان فولاد هستند که در همین روز 21 آبان در اهواز، اصفهان، کرمان و تهران تجمع داشتن مقابل صندوق‌های بازنشستگی فولاد. در تهران تجمع بزرگی بود و وقتی که پلیس متعرض می‌شد همه با هم فریاد می‌زدن پلیس برو دزد بگیر. کلیپ می‌بینیم از این تجمع. پرستاران هم به میدون میان. در این هفته در 21 آبان در کاشان تجمع داشتم تو آران و بیتگل. روز قبلش در 20 در تهران و
عراق و قبل از اون در ارومیه شعار میدادن پرستار داد بزن، حقت و فریاد بزن. اعتراضون به سطح نازل حقوق هاست، تبعیض در پرداخت تعرفه هاست و اجرایی نکردن مسببات چونکارانه که تاثیر مستقیم بر دریافتی هاشون دارن. زیادی از پرستاران تو معرض اخراج هستن. 70,000 پرستار کمبود است. دبیر کل خانه پرستار میگه کمبود پرستار عامل مرگ بیماران میشه. حتی حقوق پرستار حتی کمتر از $300 در ماه و فشار اقتصادی سنگین و فشار کاری سنگین، اضافه کاری های اجباری، اینا موضوعات اعتراضشون است. در حالی که 300,000 پرستار کاسری هستش، 17,000 پرستار قراردادی هستند و این وضع بخیم استاندارد بهداشت درمان در ایران رو به نمایش میذاره. کلیپی میبینیم از اعتراضات پرستارا. اعتراض بعدی از سوی معلمان خرید خدمتی هستش که این بخش 22,000 معلم خرید خدمتی هست که بلا تکلیف هستن، در حالی که گفته میشه 200,000 معلم کسری هستش. وقتی در اصفهان اعتراض میکنن و میگن اگر جواب نگیریم کلاس نمیایین، دیرکل آموزش پرورش میگه که نیروی جایگزین داریم برای شما، نیاد. و این به اعتراضات بیشتر شدت میده. این اعتراضات در اصفهان صورت گرفت، همینطور در رفسنجان با خواست استخدام در آموزش پرورش. ببینیم از اعتراضات اونها. تا حقمو نگیرم سر کلاس نمیرم. خرید خدمات رسمی میشه، دلال باید حذف بشه. خرید خدمات رسمی شه، دلال باید حذف بشه. آخرین بخش برنامه است. احضارها، دستگیریها، فشارها، کارزارها، اخباری از کارگران زندانی، معلمان زندانی. یک خبر مهم اینه که بنا به گفته حسن تاج و رامین سفرنی وکلای اسماعیل عبدی معلم زندانی، روز 22 آبان قاضی مظلوم ریاست شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران با آزادی اسماعیل عبدی با توزیع وثیقه تا پایان زمان دادرسی و صدور رأی موافقت کرده. اسماعیل عبدی 8.5 سال در زندان برای اجرای دو حکم، یکی 5 سال حکم قبلی و 3.5 سال هم از حکم دومش. این موافقت نتیجه مبارزات معلمان هستش. اسماعیل عبدی باید بدون قید شرط آزاد بشه. موضوع دیگه مرخصی 3 روزه رسول بوداغی است که در تاریخ 28 فروردین 1401 به 5 سال حبس محکوم شد و در 24 آبان با تودیع وثیقه برای مدت 3 روز به مرخصی اومد. اون همراه با جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، ریحانه انصاری و نشاط اسدالله‌ای کیوان معتدد همراه با سیسل کولر و ژاک پری در پرونده قضایی دستگیر شدن و در زندان هستن. باید همه این عزیزان پولم به بدون قید شرط آزاد بشن. هزار برای آزادی زندانیان سیاسی، معلمان در من و زندانیان سیاسی یک کارزار مهم ما و یک کارزار مهم جامعه است. همه زندانیان سیاسی را با قدرت مبارزات سراسریمون آزاد میکنیم. برنامه پایان گرفته. برای شما عزیزان شب و روزهای خوشی را آرزو میکنم.